دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیرقانونی به وجود آورد. دولت انگلیس در تلاش است تا پناهجویان را مجبور به ترک کشور کند به ای که دیگر شانسی برای اقامت در این کشور نداشته باشند. با هم گزارش علی اکبری را ببینید. دولت انگلیس علا رقم رای دادگاه عالی این کشور درباره یه غیر بودن طرح اخراج اجباری پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا اصرار دارد تا به هر نحوی این سیاست جنجالی را پیش از برگزاری انتخابات سراسری و به عنوان یکی از وعده های اصلی حزب حاکم محافظه کار در زمینه کاهش آمار مهاجران اجرا کند. جیمز کلورلی وزیر کشور انگلیس به رواندا سفر کرده تا پیمان جدیدی را با مقامهای این کشور در خصوص اسکان مهاجران منعقد کند او سومین وزیر کشور انگلیس است که برای اجرای این طرح جنجالی و پرهاشیه به رواندا سفر کرده است ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور سالس برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد. دولت 44 روزه لیستراس فرصت پیگیری این طرح را نداشت. اما دولت ریشی سونک طی یک سال گذشته اصلاحاتی را به این طرح اضافه کرده و به رغم موانع قانونی اصرار دارد تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری اجرایی کند. بر اساس این طرح کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس میشوند، شوند ظرف 28 روز اخراج می شوند آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده من خواهند شد در واقع دولت انگلیس با این طرح قصد دارد تا پناهجویان را از انجام سفرهای غیرقانونی به انگلیس منصرف کند دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکم این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد با درخواست گروه های حقوق بشری برای تجدید نظر در این باره موافقت کرد فروردین گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه ناامن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدن غیرقانونی اعلام شد پرونده با اعتراض دولت سونک به دیوان عالی انگلیس ارجا و بر اساس حکمی که 24 آبان ماه صادر شد رأی دادگاه استیناف تایید و طرح غیرقانونی اعلام شد سونک برای دور زدن حکم دادگاه لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد تا کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود. بر همین اساس وزیر کشور انگلیس راهی این کشور آفریقایی شده تا پیمان جدیدی را با مقامهای رواندا منعقد کند. دادگاه انگلیس آزر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد با درخواست گروه های حقوق بشری برای تجدید نظر در این بار موافقت کرد دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیرقانونی به وجود آورد از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دست مزد حداقلی برای نیروی کار متخصص خارجی از حدود 26 هزار پوند به 38 هزار پوند است. از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دست مزد حداقلی برای نیروی کار متخصص خارجی از حدود 26 هزار پوند به 38 پوند است. دولت محافظ کار ریشی سونک همچنین تصمیم دارد تا بر اساس این تر نیروی کار در بخش بهداشت و درمان نتوانند خانواده های خود را به این کشور بیاورند. طرح فرستادن پناهجویان به رواندا محور سیاست مهاجرتی دولت محافظ کار بود که خود را برای انتخابات عمومی سال آینده آماده می کند. آن هم در حالی که برخی رای دهندگان نگران تعداد پناهجویانی هستند که با قایقهای کوچک خود را به بریتانیا می رسانند. اما تصور می شود که وعده دولت برای متوقف کردن موج ورود این پناهجویان که با عبور از کانال مانش خود را به سواحل جنوبی بریتانیا می رسانند با بنبست جدی مواجه شده است. علی اکبری اخبارشیه مشتبه امینی پژوهشگر علوم اسلامی از لندن با ما هم رستن جناب آقای امینی سلام عرض ادب سلام بر شما و بینندگان عزیزتان بزرگ آقای آه امینی اهداف دولت بریتانیا برای اجرای سیاست ضد مهاجرتی چیه؟ بفرمایید. در به اهدافی که برگزیت برای خروج از اروپا دنبال کرده و میکنه و همینطور که در گزارش همکارتون اومد که به خیلی از نکات اشاره شد یکی کم کردن پذیرش پناهندگان دوم جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از کانال مانج و ارسال اونها پس از ورود غیرقانونی به کشور سالس سپس قرار دادن قوانین جدید برای پناهجویان غیرقانونی که پس از ارسالشون برای همیشه از ورودشان به بریتانیا گرفته بشه البته همیشه با مشکلاتی مواجه بوده از حیث مراحل قانونی از نظر مجلس ایان یا از حیث قوانین حقوق بشر مصوبه سازمان ملل یا از حیث وکلای مختلف که در موارد متعدد اینا زینف هستند به واسطه ب... برجسته شدن یک سری از این اهداف و یک سری سرمایه گذاری که در خارج از کشور انگلیس شده ناچارن مجبورن که یک سری اهداف رو پیگیری کنند در ضمن مقاصد دوازدهگانه که بعد از برگزیت مطرح کردن چون به خیلی از اونها نتونستن برسن به واسطه برجسته شدن اینها به واسطه که کردن یک مقداری بیشتر روی این قضیه دارن تمرکز میکنن بله چرا دولت ریشی سوناک با وجود حکم دادگاه عالی اصرار بر اجرای طرحهای ضد مهاجرتی خود داره علتش همونطور که اشاره شد علت واقعیش خزینه های که در این مورد کردن بدون توجه به گردش مالیش که خیلی بعید به نظر میرسه افراد خاصی مثل مثلا گوردن بران که در دولت های قبلی بودن و همیشه راضی بودن به ورود مهاجرین به واسطه اینکه قانونی که بهش اعتقاد داشتن میگفتن که تا وقتی که مهاجر مالیات پرداخت میکنه هیچ اشکالی نداره که وارد این کشور بشه اما یه دفعه چرخش 180 درجه ای و برقراری این امور در واقع ضررهای اقتصادی هم در پی داره که طبعات خاصی رو به وجود میاره که حالا نمیدونم وقت دارم که بتونم به بعضی از اونها اشاره کنم بله آیا این روش ها دولت فعلی را موفق به اجرای سیاست های خود خواهد کرد؟ هرگز نخواهد کرد به دلیل اینکه دولت های حزب کارگر و محافظ کار سالیان ساله که دارن با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن و به واسطه ورود و خروج مهاجران چه از, این، از بیرون به اینجا چه از اینجا به بیرون نیروهای جایگزین لازمه که به وجود بیاد و طبق قوانین مختلف حقوق افراد متفاوتا برده تضییع قرار میگیره طبق کنوانسیون سازمان ملل از سال 1951 تا 67 که پروتکل امضا شد هر کسی در هر جای دنیا حق داره که خودش رو مثلا به عنوان مهاجر اعلام مهاجرت کنه و طلب اقامت بکنه و حق نداره کسی او رو به اجبار به جایی بفرسته و طبق کنونسیون سازمان ملل و طبق قوانین حقوق بشر و طبق سیاست های اجتماعی که در جامعه دموکراسی وجود داره این مسئله نشون میده که نمیتونه دولت ریشی سوناک ما موفقیت این کار رو به سر انجام برسونه به خاطر اینکه موانع عدیده بر سر راه اون وجود داره